ماجرا دیگه که خیلی از سامری و ملعون خیلی هم مهمتره و این ملعونیش هم از سامری هم بیشتر به نظر من، ماجرایی که معاویه درست کرد. چه اتفاقی افتاد؟ صحابه جمع شدن دور خونه عثمان، بخواستن عثمان رو به قتل برسونن. دلیلشون هم این بود، میگفتن عثمان فکفاملاش آورده سر کار، فقط به اونا پول میده، اشرافی کرده، سلطنتی کرده، بنی ابی معیط رو بر گردن مردم سوار کردن، این حرف خلیفه دوم. صحابه قاطی کردن، از مصر مدینه اینا جمع شدن جلو در خونه عثمان. 600 700 نفر صحابه بودن، اینا یاران پیغمبر بودن، ریختن گفتن آقا این بود. حضرت علی اومد وسط و گفتش که این کار شما صحیح بگید نیست، خلیفه کشی رو با رفت میشه عثمانو میشه مردم صحبت کرد، میشه عثمان اومد مصلحت کرد بین دو طرفه، اینا راضی کرد برن. گفت من ازش قول گرفتم درست بکنه، خوب دقت کن. اینا بلند شدن و تا داشتن میرفتن یهو دیدن یه شتوری مرکبی از توی قصر خلیفه اومد بیرون، اومد و داره میره سمت اون شتوزان، میره سمت مصر. ما اون موقع یه مهرای خاصی روی مرکب میذاره، مثل ماشین پلاک قرمز الان که معلوم شد مال دولته، که هر شهری میرفت باید رایگان تیمار میشد، آب و غذا بهش میدادن، اون شتر و اون اسب و هر چی که بود. اینا این شتر رو شناختن، بله گرفتنش، خوب دقت کن. شروع کردن گشتن، گفتن این داره به سمت مصر میره، بخشی از این متحسنین دوره چیز از مصر اومده بودن، اینا خواستن برگردن برن شهرشون دیگه، گفتن داره این سمت مصر میره، یه برنامه داره. گشتن، یکی تو جمع یه برگشت گفت توی کوزه‌شو بگردید، هیچ چیزی پیدا نکردن. خوب دقت کنید، یکی کد داد توی کوزه‌شو بگردید، جایی که به عقل جنم نمیرسه. نگاه کردن کوزه سنگینه، آب داره، گفتن چیکار نمیشه، گفت تکون بدید کوزه رو. تکون دادن، دیدن صدای خشخش میاد، دیدن آب نیست، خاک پر کرده. کوزه رو شکستن، از توش یه تومار بیرون اومد. تومار رو باز کردن، دیدن چی نوشته. عثمان با امضای مهر حکومتی که اینایی که دور خونه من تحصن کرده بودن فلانیا بودن، به حاکم مصر اینا برگشتن، فلانی رو اعدام کن، به همانی رو دستشو قطع کن، اون یکی رو بنداز زندان. شما فرض کن اومدن مصالحه کردن که آقا تمومش کنید، یوی شما سندی پیدا کنی که چی میخوان قلقمت هم کن، چیکار میکنی؟ برمیگرد اومدن اینا شاکی پیش حضرت علی، گفتن یعنی اینجا شلوغ شده. حضرت علی دوباره برگشت، او چی شده؟ گفت اینا ببین تو میگی با این آدم ها مصالحه کن. حضرت نگاه کردید مهر عثمان رو، یعنی نامه سربرگ داره، امروز چی بگیر؟ بلند شد رفت عثمان، گفت چیه؟ نگاه کرد گفت به خدا سوگند این برگه برگه من است، خط کاتب من است و مهر مهر من است، اما من روحم خبر نداره از این چیز. حضرت علی برگشت چی گفت؟ فرمود که آیا به کسی توی خونت شک داری؟ این معنیش این میشه دیگه، وقتی تو میگی من خبر ندارم، مهر تو خورده یعنی چی؟ یعنی یه نفر تو همینجا مهر تو رو برداشته، مهر تو دست مردم تو کوچه که نیست. ها؟ گفت به کسی شک داری؟ گفت آره. گفت کی؟ گفت خودتو. حضرت یه نگاهی کرد و گفت به خدا سوگند اون دنیا من وای میستم و شکایت تو رو میکنم، که تو خیلی شروع شده. برگشت و ریختن. حالا این تو این هیروبیه چه جالبه تو عثمان نامه نوشت به معاویه که به دادم برس، معاویه پسر عموشه دیگه، از بنی امیه پسر عموشه، یعنی عموزاده، نامه نوشت به دادم برس. اونم اومد تو 30 کیلومتری مدینه سپاهشو نگه داشت، نیومد. عثمان آدم فرستاد که چرا نمیره، معاویه خودش اومد تو شهر اونا رو نگه داشت، خودش یا آدمش رو فرستاد تو شهر پیش عثمان. ببخشید این اومد، عثمان گفت بعد چرا نمیای؟ گفتش که نه من اومدم ببینم، بسنجم ببینم اصلا نیازی هست من بیام. میگه بابا من فرمانده کل قوام، من خلیفه ام، دارم میگم بیاد به کمکم، من میخوام بکشن تو اومدی به خدا سوگند تو قصد این است که من کشته شوم تو جای من بچینی، یعنی برامت اومد اون بغل واسه. دقیقاً همین شد، آقا ریختن تو خونه عثمان، زنش نائله اومد دفاع کنه از همسرش، اول که یک جسارت جنسی به زنش کرده تو تاریخ نقل شده، بعد با شمشیر می‌خواستن بزنن تو سر عثمان، زن عثمان دست میگن دستش گوش رو سر عثمان، این زد و انگشتا این پرید نوش زنش، یه
یه چیز عجیب به شما بگم. عثمانم کشته شده و بعد اون کشتنم مردمم میخوان خلیفه بعدی رو تعیین کنن دیگه. ها اینه که زدن یه رئیس جمهور کشتن، میخوان برن رأی بدن به یکی دیگه. ریختن با کی بیعت کردن؟ با حضرت امیرالمومنین. پذیرفت. معاویه رفت بالای منبر تو شام. اول 10 دقیقه قشنگ گریه کرد. گریه ها زار زار عین مادر بچه مرده. شروع کرد گریه. گفتن چی شده؟ گفت خلیفه را کشتند. گریه. حالا یه نکته جالب. دو تا چیز رو کرد. تو اون هیر و بیر اون دعوا، پیرهن خونی عثمان و انگشتای زن نائل زن عثمان دست معاویه چیکار میکنه؟ ها گرفتی شد. از این ور منبر انگشت زن عثمان رو نشون داد که تو نخ کرده بود. شما این چه صحنه میشه؟ مردم ببینن که چی؟ یک انگشت قطع شده است. مردم کپ میکنن. این طرف هم یه پیرهن خونی برد سر چون. گفت نگاه کنید. گرفت. گریه. گفت حالا این داشته باشید. ماجرا حضرت علی برای دفع بلازری تو انصاب الاشراف میسه، برای دفاع از خونه معاویه، برای خود دفاع از خونه عثمان که عثمان کشته نشه، امام حسن و امام حسین رو فرستاد که فر دفاع کنه و امام حسن تیر خورد و امام حسن خونین شد لباسش. خوب نگاه کنید. معاویه بلند شد گفت ای علی، شنیده ایم که در مدینه مردم به عنوان خلیفه رسول الله با تو بیعت کردند. چند سوال دارم. یک، همه شنیدند و میدانند و دیدند، یعنی یه دیم دیدن تازه، حسنین با لباس خونین در قائله دیده شدند. شکل گیری کربلا چیه؟ تمام 30,000 نفری که جلو ابو عبدالله وایستادن جنگیدن اینا عثمانی بودن. جامعه بعد از اون ماجرا تبدیل شد به دو رنگ سیاسی، علوی ها و چی؟ عثمانی ها.